سرخط خبرخواه. افزایش قربانیان حمله روز گذشته بر مکتب سیدالشهدای غرب کابل و 55 شهید و 150 زخمی. این رویداد با واکنش‌های گسترده ملی و بین‌المللی روبرو شده است. حمله به مکتب دختران و متعلمین بی‌دفاع جنایت بشری است. واکنش‌های کاربران صفحات مجازی به حمله روز گذشته بر دانش آموزان دختر در غرب کابل. کاربران این صفحات حکومت را مقصر اصلی در روی دادن چنین حوادثی می‌دانند. و تشدید درگیری‌ها در قدس اشغالی. نیروهای رژیم اسرائیل تلاش کردند مانع ورود فلسطینی‌ها به مسجد الاقصا شوند، اما مراسم شب قدر با حضور 90 هزار نفر در این مکان مقدس برگزار شد. بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده‌های عزیز و گرامی سلام، به این بسته خبری از تلویزیون تمدن خوش آمدید. مشروع خبرها. تلفات انفجارهای پی هم بر مکتب دخترانه سیدالشهدا در غرب کابل و بیش از 50 شهید و 150 زخمی افزایش یافت. این انفجارها که عصر روز گذشته صورت گرفت، واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته. از رهبری حکومت گرفته تا سیاسیون، سازمان ملل و سفارتخانه‌های کشورهای خارجی در کابل آن را محکوم کردند. برخی هم با انتقاد از رهبری حکومت می‌گوید دولت تنها تقبیح می‌کند بدون اینکه برای جلوگیری از چنین رویدادهایی اقدام عملی انجام دهد. یک روز پس از رویداد خونین بر مکتب سیدالشهدا و آن هم در فقیرترین محله کابل، واکنش ها به این رویداد گسترده است. رئیس جمهور غنی با محکومیت این حمله طالبان را مقصر این رویداد دانسته و گفته این گروه با تشدید جنگ نامشروع نشان دادن که به حل بحران کنونی تمایل ندارند و با پیچیده ساختن وضعیت فرصت به دست آمده برای صلح را سبوتاژ میکنند. طالبان اما دست داشتن در این حمله را رد کردند. عبدالله نیز این رویداد را نابخشودنی و ظالمانه خوانده و گفته کلمات در محکومیت این رویداد ضد بشری، ضد انسانی و غیر اسلامی کم می آورند. حامد کرزی نیز این حمله را هراس افگنانه خوانده و خواستار آغاز فوری مذاکرات صلح شده تا از خشونت ها در کشور کاسته شود. محمد قاسم حلیمی وزیر حج و اوقاف نیز در فیسبوکش نوشته خودکشی و انتحار بر کودکان خردسال و محصلان جرم بزرگ است و عاملان آن از دین بیرون شده و اسلام از آنها متنفر است. با این حال برخی ها با انتقاد از وقوع چنین رویدادهایی رهبری دولت و نیروهای امنیتی را در تأمین امنیت شهروندان عاجز و ضعیف می دانند. حمله به مکتب دختران با متعلمین بی‌دفاع جنایت بشری است. نهادهای امنیتی افغانستان کاملا عاجز، در حالی که می دانند که در برچی، در شفاخانه حمله شده، در مکاتب حمله شده، در سالون عروسی حمله شده و متوجه نیستند از خطرهایی که به این منطقه راجع شده می دانند. در همین حال یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان حمله دیروز را یک اقدام وحشیانه خوانده. مأموریت اتحادیه اروپا در افغانستان و راس ویلسون شارژ دافیر سفارت آمریکا در کابل نیز در توییت های جداگانه هدف قرار دادن مکتب دخترانه را حمله به آینده افغانستان عنوان کردند. سفارت بریتانیا در کابل نیز با محکومیت این حمله بر کاهش خشونت ها تاکید کرده و استفانو پونتیکورو نماینده ملکی ناتو در افغانستان این حمله را ناجوانمردانه و شنیع خوانده است. افراسیاب خطک، سیاستمدار و فعال حقوق بشر پاکستانی نیز در توییترش نوشته حملات تروریستی بر کودکان در افغانستان از حساب خارج شده و به نظر نمی رسد که زندگی افغانها برای متحدان فرضی آنها مثل سازمان ملل اهمیت داشته باشد. در رویداد دیروز بر مکتب سیدالشهدا در غرب کابل دست کم 55 نفر شهید و 150 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت این حمله را تا کنون گروهی بر عهده نگرفته است.
در کمتر از 3 سال گذشته این سومین حمله تروریستی علیه دانش آموزان در غرب کابل است، رویدادی که رئیس جمهور غنی آن را به گروه طالبان نسبت می‌دهد. شورای عالی مصالحه گفته حمله بر دانش آموزان غیر انسانی و بزدلانه است و سازمان ملل هم در یک واکنش آن را قساوت در برابر جان غیر نظامیان عنوان کرد. واکنش ها در صفحات اجتماعی اما متفاوت است. کاربران در نخست طالبان و سپس دولت را مقصر اصلی این جنایت می‌دانند. از طرفی هم طالبان گفته این حمله کار داعش است که با همکاری دولت صورت گرفته. علی رضایی گزارش می‌دهد. تسلیت گویی و متهم کردن تکراری ترین واکنش از سوی سران دولت در سالهای اخیر است، از جمله واکنش‌های تازه به حمله دیروز. حمله دیروز ساعت 4:30 به وقت کابل اتفاق افتاد. در مقابل درب مکتب سید الشهدا در غرب کابل، جایی که حدود 3 هفته پیش دانش آموزان دست به اعتراض زدند. اعتراض برای کمبود معلم. حالا کاربر در فیسبوک به نام اسما موسوی پس از حمله دیروز این گونه نوشت: مشکل کمبود معلم حل شد، شاگردان همه رفتند. و امین آرمان کاربری در تویت نوشت: دانش آموزان دیگر اعتراض نمی کنند. این کمپاین هم دیشب براه افتاد. کاربران صفحات مجازی با نوشتن هشتگ بچه جرمی دولت و سازمان‌های حقوق بشری را مخاطب قرار دادند. برخی دیگر اما روایت‌های تلخ از مراکز صحی را منعکس کردند. از جمله شکیلا ابراهیم خیل با گذاشتن این عکس در توییترش نوشت: شفاخانه علی جنا رفتم. نوجوانی کنار جسد زانوی غم بغل گرفته بود. پرسیدم نزدیکانتان کجاست؟ گفت مادرم شفاخانه عالمین نزد خواهر زخمیم رفته. پدرم شفاخانه استقلال دنبال جنازه خواهر بزرگترم و من اینجا کنار جسد خواهرم. روح الله طاهری کاربری در توییتر، او هم روایت تلخی دارد. روح الله اینجا در توییت نوشته: در شفاخانه محمد علی جنا 3 بار شمردم 20 دانش آموز چون پرندگان که شکار می شوند کنار هم خوابیده بودند. چند دقیقه گذشت یکی دیگری را هم آوردند. شد 21. اعداد امشب بالا می رود. لعنت به اعداد. و اما برخی دیگر دنبال ملامت و سلامت می گردند. برخی طالبان و ایده هم دولت را مقصرین رویداد می دانند. مثل این کاربر که نوشته ملامت کسانی اند که در تأمین امنیت مردم ناکام ماندند و در ارگ بالای چوکی های مفشن نشستند و اکت و اداهای رهبری می کنند. برای بحث بیشتر در این مورد گفتگویی دارم با آقای صادقی زاده نیلی، عضو پیشین مجلس نمایندگان. آقای صادقی زاده، عصر روز گذشته کابل شاهد جنایتی هولناک بود. دانش آموزان مکتب سیدالشهدا در غرب کابل هدف حمله قرار گرفتند و ده‌ها تن شهید و زخمی شدند. چنین جنایاتی را چگونه توصیف می‌کنید و چه کسانی را در این رابطه مسئول می‌دانید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بار سلام خدمت شما و بینندگان محترم شما. اولا طاعت عبادت همه روزداران مؤمن مورد قبول حق بوده باشد. دوما حادثه غم انگیزی که دیروز عصر اتفاق افتاد برای همه خانواده های عزادار تسلیت عرض می کنم. شفای عاجل مجروحین و معلولین را از پیشگاه خداوند آرزو دارم. حادثه ای که دیروز اتفاق افتاد فکر می کنم آدرس کاملا مشخص و معین است. کسانی که همیشه از این حوادث را در کشور در گوشه گوشه از کشور به وجود آورده، یک بار دیگر در مدرسه سید الشهدای 40 دختران این حادثه را با وجود آورد. آنانی که دشمن امنیت و ثبات کشور افغانستان است، آنانی که با علم و دانش و با فرهنگ مردم ما در تضاد است، آنانی که مردم افغانستان را در گوشه گوشه کشور همیشه سلاخی کرده و قصابی کرده، فکر میکنیم که حادثه مشخص و روشن است کسایی است که همیشه از این حوادث در گوشه گوشه کشور انجام داده.
این اولین بار نیست که چنین جنایات هولناکی در کابل و بخصوص در غرب کابل اتفاق میافته، اما آنچه جالب توجه است واکنش‌های روتین، تکراری و خونسای حکومت و نهادهای امنیتی است. علت چنین برخوردی را چه میدانید؟ آیا وظیفه حکومت و نهادهای زیرب به همین جا ختم میشن؟ من به این باور هستم که یکی از مسئولیت‌های عمده و اساسی یک نظام حاکمیت حفظ آرامش و امنیت مردمش است. فلسفه وجودی حکومت برمیگرده با ایجاد امنیت و ثبات برای مردمش. یقینا حکومت با توجه به مشکلات فراوانی که در این روزها داره، ما و شما شاهد هستیم که نیروهای امنیتی ما متاسفانه در گوشه گوشه از کشور با دشمنان افغانستان درگیر جنگ است، ولی این مسئولیت حکومت را نسبت به ایجاد امنیت در مراکز تعلیمی و مراکز دینی و مذهبی کم نمیکنه. امیدوار هستم حکومت علیرغم از اینکه جنگ ها را در مناطق مختلف پیش مبره با دشمنان قسم خورده افغانستان در حال جنگ است، مسئولیت های خود را بیشتر توجه کرده و مناطقی که آسیب پذیر است این مناطق هم تحت شعای امنیتی قرار بده تا انشاءالله ما در آینده شاید همچون حوادثی نبوده باشیم. برخی معتقدند هدف قرار دادن غیر نظامیان در افغانستان به قدری بالا رفته که حالا حتی واکنش جدی در حکومت و جامعه جهانی ایجاد نمی کند و این به معنی دور شدن نهادهای ملی و بین المللی از فلسفه وجودی و رسالت اصلیشان است. نظر شما چیست و این وضعیت چه تأثیری بر مشروعیت این نهادها گذاشته است؟ ببینید شما، حکومت ما با توانمندی هایی که داره با دشمنان بسیار قسم خورده و دشمنانی که با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نیروی جدیدی احساس میکنه و خود در عرصه احساس میکنه و پیروز شده مواجه هست، یقینا دشمن میخواهد در از این عرصه کارهای را انجام بده که باعث ایجاد فاصله بین مردم و حکومت شود. شما ببینید مردمی مورد هدف قرار گرفته دیروز که این مردم برادران و پدرانش همیشه با قامت استوار در کنار نظام بوده و الان هم در کنار نظام است. یقین داریم که حکومت باید در زی عرصه این نقطه را توجه کنه و برای مردم هرچی عاجلتر عوامل اصلی از این قضیه را برای مردم روشن کنه. اما جامعه بین المللی اونایی که با شعارهای ثبات و امنیت در کشور ما آمد و از اینجا میخواست امنیت نیویورک، واشنگتن و لندن را بگیره، در یک شرایط بسیار حساس غیر مسئولانه مردم ما را تنها میگذاره و دشمنان افغانستان در واقع زمینی ای عملیات ها را برای دشمنان افغانستان فراهم میکنه. اونا مسئولیت داره که در قبال مردم افغانستان و جامعه جهانی پاسخگو بوده باشه. اونایی که با شعارهای کلان روزی در از کشور آمده و امروز هیچ گونه مسئولیتی در قبال از مردم قبول نمیکنه، یقینا اونا مسئول اولیه از این حوادث و دشمنایی است که از بیرون افغانستان با امکانات وسیع برای مبارزه با مردم آمده. با صادقی زاده نیلی عضو پیشین مجلس نمایندگان گفتگو میکردم در ارتباط با حمله روز گذشته دشت برچی. و حال ادامه خبرها. مسابقه بزرگ کتابخوانی به مناسبت دهه مغفرت در ولسوالی ناهور ولایت غزنی برگزار شد. برگزار کنندگان این برنامه هدف از راه اندازی این مسابقه را ترویج مطالعه کتاب و تشویق جوانان در امر مطالعه کتاب عنوان می کنند. شرکت کنندگان نیز با استقبال از این اقدام آن را یک گام موثر در راستای پیشرفت کشور دانسته و می گویند تمامی جوانان باید با مطالعه کتاب در پیشرفت کشور سهیم شوند. مسابقه کتابخوانی به مناسبت دهه اخیر ماه مبارک رمضان، دهه مغفرت، اینجا در ولسوالی ناهور ولایت غزنی. ولسوالی دوردستی که مردم آن با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند. حالا اما با کمترین امکانات یکی از آثار معلم افغانستان حضرت آیت الله العظما محسنی رحمت الله علیه را تهیه و پس از مطالعه مسابقه کتابخوانی را راه اندازی کردند. میگویند با راه اندازی این برنامه می خواهند جوانان را تشویق کنند با کتاب انس گرفته و در راستای ترقی و پیشرفت کشورشان گام بردارند. امروز یک مسابقه بزرگ کتابخوانی به مناسبت دهه مغفرت از آثار ارزشمند قادسیان کشور معلم افغانستان حضرت آیت الله العظما محسنی رحمت الله علیه برگزار شد که در خدمت جوانان و جوانان عزیز بودیم و هدف از برگزاری مسابقه کتابخوانی این بود که جوانان و نوجوانان در این مسابقه شرکت میکند، آماده شود برای خدمت کردن به کشور و به مردم عزیز خود افغانستان.
شرکت کنندگان نیز با استقبال از این اقدام آن را یک گام مؤثر در عرصه رشد فکری جوانان خوانده و می افزایند با مطالعه آثار ارزشمند آکادمیسین کشور حضرت آیت الله لزما محسنی رحمت الله علیه برداشته های علمیشان افزوده شده و مطالب زیاد را از آن آموختند. مسابقه کتابخانی اول است که بخاطر رشد علمیت انسان نتیجه عالی دارد. اگر رقابت کتابخانی چیزا وجود نمی داشت، ذهنیت انسان در زیر پرده نسیان باقی می ماند. طالب خوب فهمیدیم و وظایف اعضای بدن را شناختیم و با آثار ارزشمند معلم افغانستان حضرت آیت الله محسنی آشنا شدیم. با این حال آگاهان دینی همچنان می افزایند، دلیل عمده ای که امروز افغانستان نسبت به هر جامعه دیگر عقب افتاده و نیازمند است نبود فرهنگ مطالعه و کتابخانی میان شهروندان کشور به ویژه جوانان می باشد. سرپرست وزارت دفاع ملی می گوید طالبان در جنگ های اخیر در کشور حدود 1000 کشته و زخمی دادند. رئیس امنیت ملی نیز گفت جنگ های اخیر از پاکستان برنامه ریزی شده است. با این حال اخیراً اتحادیه اروپا و آمریکا در یک اعلامیه مشترک اعلام کردند مخالف استقرار طالبان از راه زور در قدرت هستند و از این گروه خواستند تا به میز مذاکره برگردند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی هم گفته طالبان توانایی تشکیل حکومت از راه زور را ندارند. این روزها سنگرهای جنگ بین نیروهای دولتی و طالبان در شمار از ولایت‌ها به شدت گرم است. بغلان، قندوز، هلمند، قندهار، فرات، تخار و برخی ولایات دیگر شاهد موجی از ناامنی هاست و در رأس آنها بغلان، ولایتی که در روزهای اخیر چندین پایگاه نیروهای دولتی در آن به کنترل طالبان قرار گرفت و برخی از مناطق آن تا مرز سقوط پیش رفت. حالا اما سرپرست وزارت دفاع ملی میگوید طالبان در بسیاری از ولایات شکست خوردند و تلفات سنگین را متحمل شدند. تلفات دشمن در حدود نزدیک به 1000 نفر زخمی و کشته دارند. در بین از یک از رهبرای کلیدیشان چندین رهبرشان کشته شدند که یکی از کسایی که رابطه‌شان با القاعده تامین میکرد و می که انجینرهای بمبر از مربوط پاکستان می آوردن در عملیات شبانه شب گذشته رهسپار جهنم شد. مشاور امنیت ملی هم می گوید جنگ طالبان برای قدرت است و درآمدشان از راه قاچاق. اخیراً هم نمایندگان چندین کشور اروپایی و امریکا در اعلامیه مشترک اعلام کردند با توسل طالبان برای گرفتن قدرت از راه زور مخالفند. موردی که حمدالله محب نیز میگوید طالبان توانایی تشکیل حکومت از راه زور را ندارند. طالبان با او بی باورمند هستند که میتونن از راه جنگ حکومت به دست بگیره. ایرا نه تنها که قابل طالبان قابلیتی از ایرا ندارن که کار بکنه. من فکر میکنیم که غیر نظامی نتیجه نداره. با این طالبان هم سیاسی نشان باور داره و هم غیر سیاسی نشان باور دارن. ما امیدوار هستیم همه قسمی که در قطر نمیششن مبنی حکومت افغانستان بالاخره نشست، همه قسم عملیات باری خودم اینی می فشارهایی هست که ما قبل از اینکه ما به استانبول بریم اینا یک دستاور داشته باشه. با این حال رئیس امنیت ملی انگشت انتقاد را به سوی پاکستان نشان می رود و می گوید پلان های اخیر جنگ در کشور در پاکستان انجام شده است. اسناد دگال بیخی کافی است، هیچ اصلا شک و تردید وجود نداره. در اواخر اگر ما فکر کنیم کشته شدن والیشان به نام پشیوال در پشاور، کشته شدن نیک محمد رهبر در پشاور و در این چند روزه که جنگا شده، تمام فعالیت های جنگ روانی دشمن از پاکستان راه اندازی میشه. همزمان با این اخیراً طالبان اعلام کرد که به فرمان رهبری این گروه شماره از نیروهای امنیتی را به احترام ماه مبارک رمضان از زندان‌ها رها کرده. اما رئیس عمومی امنیت ملی گفت بیشتر آزاد شده ها غیر نظامیان هستند.
والی هرات میگوید عملیات یک ماهه طالبان در ماه رمضان به منصور سقوط ولسوالی های این ولایت شکست خورده است. او میگوید تمام آمادگی های نیروهای امنیتی و پشتیبانی های مردمی برای دفاع از هرات وجود دارد و تهدیدی جدی دیده نمی شود. در همین حال مردم میگویند زیاد نباید خوش باورانه به مقوله امنیت هرات نگاه کرد. گزارش های ما است که تنها در زمان جنگ نه، این مرد ولی هرات از جنگ یک ماه گذشته در هرات روایت میکند. جنگی که به قول او طالبان از هلمند و فراه هم کمک گرفته بودند تا کار هرات را تمام کنند. او میگوید نقشه سقوط برخی از ولسوالی های این ولایت شکست خورده. قوای دولتی پاسخ درخور به مخالفان دولت دادند. همه فشارهای لازم بر حوزه غرب آوردن نتیجه نگرفت. نیروهای امنیتی و دلیر کشور با تمام قوت ثابت ساختند که یک صف واحد در مقابل تروریسم و طالبا قرار دارند. با وجود اینکه قتالی گفته در هرات آب از آب تکان نمیخورد، اما مردم نگرانند. حداقل ترین دغدغه آنان این است که نمیتوانند به راحتی از هرات به ولسوالی ها و یا دیگر ولایات سفر کنند. بله، وضعیت فعلا اینطور که پیش میره وضعیت خیلی خرابه. مردم نمیتونه به درستی از وضع امنیتی مطمئن باشه که اوضاع درسته و کار زندگی خود اجرا کنه. خیلی از مردم فعلا به خاطر امنیت نمیتونه که مثلا امنیت خرابه، نمیتونه کار خود سم انجام بده. ما نمیتونه از یک ولایت به ولایت دیگر سفر کنیم، چون هر وقت ما مثلا به ولایت فرا یا دیگه جا میریم طالبا مثلا از هر جا مثلا پیشروی ما رو میگیرن. عده دیگر از مردم میگویند دو طرف جنگ حرمت ها رو حفظ کنند. ماه رمضان ماه نبرد نبود و حالا هم در سه روز عید فطر جنگ رو بخوابانند. جنگ در گوشه گوشه کشور بخصوص در ولسوالی ها داغ‌تر از هر زمان دیگر شده. وضعیت بسیار نگران کننده ایه، به دلیلی که قربانی جنگ مردم افغانستان هستند، مردم ملکی هستند، هر روز اعضای خانواده خود ما از دست میدن. بنان خواست ها ای است، انتظار میره که در ماه مبارک رمضان بر حال آتش بس بکنن، حداقل در سه روز عید آتش بس بکنن تا کشتار همچنان ادامه پیدا نکنه. امروز لحن والی هرات دعوت به صلح همراه با هشدار بود. کلماتی نیشدار که مفهومش این است طالبان به جای صحنه جنگ در صحنه گفتمان صلح حاضر شوند. هنوز نخستیم، ما هنوز امید داشتیم به صلح. با تمام قوت این ملت استاده. هرات جای برای طالب نیست. میزنیم یا بشی به صلح گوش بگیر گپ همی بادارای خوده، بیا یک طرف قضیه بگیر. گروه طالبان تا به حال نشست جانداری را با دولت نداشتند. برای حضور در نشست ترکیه هم اما وگرهای زیادی آوردند. با این همه به صورت قطعی مذاکره برای رسیدن به صلح را رد نکردند. همین گیرودارها میان دولت و طالبان جو فعلی افغانستان را به حساس ترین وضعیت در حداقل 20 سال گذشته تبدیل کرده. یحیی فولادی، تلویزیون تمدن، ولایت هرات. ریاست برشنا میگوید کار روی ترمیم پایه‌های منهدم شده برق در کلکان کابل به شدت جریان دارد و این مشکل به زودی حل خواهد شد. مقامات در این ریاست همچنین میگویند ترمیم پایه‌های منهدم شده حدود $300,000 هزینه دارد که بین 15 تا 20 روز به صورت کامل بازسازی می‌شود. ولی آن طرف مردم با انتقاد شدید از خدمات رسانی برشنا میگویند در 24 ساعت تنها 3 ساعت برق دارند و با شروع سال 1400 صرفیه پول برق نیز دو برابر افزایش یافته است. این صحبت‌های دیروز مقامات برشنا از محل انفجار پایه‌های منهدم شده برق در کلکان کابل است. در انفجاری که دو پایه برق به صورت کامل و یک پایه دیگر به صورت قسمی تخریب شده است. اکنون برق نیمبند کابل قطع و پایتخت در تاریکی فرو رفته است. اینجا سخنگوی برشنا ما میگوید بین 15 تا 20 روز با سازی این پایه‌ها تکمیل و در حال حاضر ظرفیت برق پایتخت تا 210 مگاوات افزایش یافته است. امروز این 70 مگاوات به 150 مگاوات
میرسه و همچنان از دستگاه های برق حرارتی ما از سبستیشن ترخیل 60 میگاوات برق شامل شبکه کابل میشه که در این صورت باز مشکل همشهریان ما مرفوع خواهد شد. ولی این برای پایتخت نشینان رضایت بخش نیست. برای مردمی که در 24 ساعت تنها 3 ساعت برق دارن و پول صرفیه برقشان نیز افزایش یافته. از جمله بهرام که یکی از شاکیان اصلی ریاست برشناست. قبلا نمی بل برق می آمد مثلا در 2 ماه 300 تا 400 روپیه. این دفعه آمده در 1 ماه 601 روپیه. این پولش اینجاست. این حال دیگه ای قضاوت دست شما. حال 1 ماه میخوانه امو قیمتی که مثلا 2 ماه میامد اینمی حالا امو قیمت در 1 ماه برای ما میگره حتی این بیشتر از او میگره. می میتر خانه که مثلا میای میتر میخوانن به درست کار خواه انجام نمیتن، دقت بیشتر ندارن، یا کیلووات بالا نشته میکنن یا امون نمبر از پیشون پشت پیش میشه. شکایات پس از آن بالا گرفت که ریاست برشنا اعلام کرد از آغاز سال 1400 پول صرفیه برق ماهواره می شود. حالا برشنا در پاسخ به این شکایات مشکلات فنی را پذیرفته ولی اضافه ستانی را نه. اضافه ستانی به هیچ وجه نیست. ایره ما بر هموطنان خود اطمینان میتیم ولی مشکل تکنیکی را قبول داریم. مجلس نمایندگان که برای برشنا ضرب العجل 2 هفته‌ای برای رسیدگی به شکایات مشترکینش تعیین کرده بود، حالا شماری از اعضای آن میگویند ریاست برشنا با آنان پاسخگو نیست و فساد در این ریاست بیداد میکند. متاسفانه که فعلا نه وزارت ها نه ریاست های مستقل جوابگو نیستند در پارلمان. پارلمان هر چی که سر صدا میکنند جوابگو نیستند ریاست برشنا. با این حال حدود 700 هزار مشترکین برشنا در کابل این روزها در بیبرقی کامل بسر میبرند. شرکت برق رسانی برشنا ما وعده داده که تا زمان ترمیم پایه های برق حداقل در زمان افطار و سحر برای مشترکینش برق رسانی میکنند. منابع خبری از شدت گرفتن درگیری ها میان نیروهای اشغالگر رژیم اسرائیل و جوانان فلسطینی در مسجد الاقصی و قدس اشغالی و دیگر مناطق فلسطین خبر دادند. رسانه ها گزارش کردند که با وجود مخالفت و ممانعت سربازان اسرائیلی از فرود فلسطینی ها به مسجد الاقصی بیش از 90 هزار نفر برای اعتکاف در شب قدر در این مسجد حضور داشتند. همچنین گزارش شده که درگیری ها بین جوانان فلسطینی و نیروهای اشغالگر در باب العمود از سر گرفته شده است. بر اساس آمار جدید هلال احمر فلسطین شمار زخمی های درگیری های شب گذشته به 90 نفر رسید که به علت شدت و وسعت مناطق درگیری احتمال افزایش آن وجود دارد. هلال احمر فلسطین همچنین اعلام کرد که نظامیان رژیم اسرائیل به امبولانس و کادر درمانی اجازه ورود به باب العمود برای انتقال مجروحان و نیز درمان ده ها مجروح درگیری ها را نمی دهند. سخنگوی ارتش یمن اعلام کرد پایگاه هوایی ملک خالد در عربستان را با پهپاد هدف حمله قرار دادند. عربستان سعودی اما مدعی شده که این پهپاد را که به سمت خمیس مشید در جنوب این کشور در پرواز بود را رهگیری و ساقط کردند. پایگاه هوایی ملک خالد در شهر خمیس مشید در جنوب عربستان به یکی از اصلی ترین اهداف موشکی و پهپادی انصار الله یمن تبدیل شده است. با وجود اعلام قرنطینه و وضعیت اضطراری در نقاط مختلف هند، امروز برای 4 روز پیاپی تعداد مبتلایان کرونا در این کشور بالای 400 هزار نفر در روز اعلام شد. وزارت صحت هند اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 4092 بیمار کرونایی در این کشور جانهایشان را از دست دادند. بیشترین تعداد مبتلایان کرونا در هند در مناطق روستانشین قرار دارند. از سوی هم در حالی که هند به عنوان بزرگترین تولید کننده واکسن در جهان به شمار می رود اما در تولید واکسن کافی با چالش های جدی روبروست. و اینک نرخ اسعار در بازارهای امروز کابل. $1 آمریکا 77 افغانی و 40 پول، 1000 روپیه پاکستان 497 افغانی، 10000 ریال ایران 3 افغانی و 50 پول، 1 یورو 93 افغانی و 20 پول، 1 درهم امارات 21 افغانی، 1000 روپیه هند 1070 افغانی،
و 1 پوند انگلیس 106 افغانی و 20 پول. و در آخر نگاهی دوباره داریم به سرخط خبرها. افزایش قربانیان حمله روز گذشته بر مکتب سیدالشهدای خرب کابل به 55 شهید و 150 زخمی. این رویداد با واکنش های گسترده ملی و بین المللی روبرو شده است. حمله به مکتب دختران به متعلمین بی‌دفاع جنایت بشری است. واکنش های کاربران صفحات مجازی به حمله روز گذشته بر دانش آموزان دختر در غرب کابل. کاربران این صفحات حکومت را مقصر اصلی در روی دادن چنین حوادثی می دانند. و تشدید درگیری ها در قدس اشغالی. نیروهای رژیم اسرائیل تلاش کردند مانع ورود فلسطینی ها به مسجد الاقصی شوند، اما مراسم شب قدر با حضور 90 هزار نفر در این مکان مقدس برگزار شد. در همین جا به پایان این دسته خبری رسیدیم. خدا نگهدار.